این ویدیو میخوام به تو آموزش درست کردن لازانیا رو بدم با یه روش خیلی متفاوت. معمولا تو ایران لازانیا رو ما به این شکل درست میکنیم که این برقای خمیرش رو تو آب میجوشونیم و بعد آبکش میکنیم، یعنی به سبک همون ماکارونی که درست میکنیم. بعد اینا رو تو سینی فرم میچینیم یا ظرف پیرکس یا هرچی و موادش رو روش میریزیم. من حالا با این روش خیلی ساده میخوام بهتون آموزش بدم که احتیاج به جوشوندن و پختن این خمیرهایی که به صورت خشک هست نداره. خیلی راحت اینو میتونید درست کنید. فقط تنها بعدیش میتونه این باشه که افرادی که قابلیت هضم لاکتوز شیر ندارن ممکنه نتونن اینو هضم بکنن و براش مشکل ایجاد بکنه، ولی اگه با خوردن شیر مشکل ندارین هیچ معنی پیش نمیاد و خیلی هم این راحته. در مورد وعده‌های لازمی هم هر بستش تقریبا واسه 2 تا 3 نفر حتی 4 نفر کافی هستش. ببینید که چقدر این خمیر هستش و جنسش هم زیاد مهم نیست، هر مارکی که گیرتون اومد بگیرین، ولی دیگه خیلی مارک قلابی و دوزاری نباشه، یه چیزی باشه که متوسط باشه خوبه، نه خیلی گرون بگیرین، مارک گرون رو بگیرین، نه خیلی چیزای بنجل و دوزاری. خب نمی که با هم دیگه اینو درست بکنیم. تنها کاری که من الان فقط میخوام بکنم اینه که مایه گوشتی لازانیا رو درست بکنم. حالا بازم اونم دو حالت داره که یا میخواییم گوشتیش بکنیم یا اینکه گیاهی بشه. واسه گیاهی میتونین از سویا استفاده بکنیم یا انواع سبزیجات. واسه گوشتش هم از گوشت چرخ کرده میتونین استفاده کنیم که من همیشه از گوشت گوساله یا گاو چرخ کرده استفاده میکنم، چون گوسفند چربی زیاده و بو میگیره، خوب نیست واسه این کار. احتیاج به رب داریم، فلفل دلمه داریم، ادویه هایی که دوست دارین، من بیشتر فلفل سیاه استفاده میکنم، فلفل سفید هم برای مایش میتونیم استفاده بکنیم و پودر آبیشن، اوریگانو، هرچی که ذائقتون دوست داره میتونین اینا رو بهش اضافه بکنیم. خب میریم که درست کنیم. با خمیر فعلا کاری نداریم اصلا. خب کارمون رو شروع میکنیم. اول از همه پیاز رو کمی تفت میکنم بدیم. اولی که احتیاج داریم خیلی ساده است، یکم قارچ با فلفل دلمه، یه حبه سیر، حدود 400 گرم گوشت چرخ کرده گوساله. کل موادی که ما احتیاج داریم واسه مایه داخل لازانیا. این ماده مایهش هم زیاد ما نمیپذیم، این دلیل که این وقتی تو فرمی رو خودش دوباره حرارت میبینه و کاملا پخته میشه. من در این تقریبا ما نیم پزیم و درستش میام که یه ذره تفت داده شد کافیه، دیگه بیشتر از اون ما اینو نمیپذیم، مثلا گوشتش رو و اگه خیلی بپذیم دیگه خیلی بیمزه میشه داخل مایه لازانیا، این اصلا بیشتر برداشته میشه. من یکم سیر بهش اضافه کنم برعکس مایه ماکارونی، این بعد حتما یه ذره سیر بزنیم، طعم سیرش خیلی خوشمزه‌اش میکنه. حالا ادویه‌مون رو اضافه میکنیم، زردچوبه داریم، یه تخم گشنیز، فلفل سیاه. اگه خواستی یکم تون بشه میتونی یه ذره فلفل قرمز هم بهش اضافه بکنیم. من روغنش رو کم ریختم به این دلیل که یه سس سفید که ما میخوایم درست کنیم توش کره داره و شیر داره و خیلی چرب میشه اونجوری، همین دلیل بهتره که زیاد روغن استفاده نشه و گوشتتون هم تا جای ممکن کم چرب باشه. من برای این نمک هم استفاده نمی کنم، یه دونه از این قصاره های گیاهی دارم، این سبزیجاتش رو نگوش اضافه می کنم چون اینا خودشون سوری دارم، بعد هم می کشم اگه دیدم که نمکش کمه بهش نمک اضافه می کنم. این رو برای اصل تعمش هم بهش اضافه می کنم چون خود تنگرش می کنم. بسیارم دقیق داشته باشیم توی لازانیا شما هر چیزی می کنیم خیلی مایت اضافه بکنیم، هر چیزی که دوست داریم. بعضی من دیدم لوبیا سیاه می‌ریزم،
بعضی های نقطه فرنگی میگذن، بعضی حویج یک طرف هم حتی اضافه میکنن به این مایه گوشتی، خیلی چیزا میتونه اضافه کنن، حتی خیلی گوشتی تو حفظ میکنن و به دست از سویا استفاده میکنن و باقی سبزیجات رو همه کار میتونیم بکنیم. این فقط آموزش کلیش رو یادتون میرم دیگه، برایش با خودتون و سلیقه خودتون. لازانی هایی که با روش آب تو آبی جوش این در واقع پخته میشه زیاد مقوی نیست و نمیگیره شما. در واقع شما اگه لازانی ها رو بیرون بخواین، یه رستوران ایتالیایی که میرین، یه تیکه کوچیکش رو که بخورین بچن شما رو 3-4 ساعت سیر نگه میده، برای که خیلی مقویه. ولی ما میگیم اینو حرومش میکنیم و خرابش میکنیم، همین دلیل مثلا این مقدار رو اگه به اون روش بخورن درست بخورن شاید دو نفر بخورن یه ذره گرسنه میمونن هنوز. فرق آشپزی ایرانی با غربی اینه، اونا توی پنیر و خامه و کره و شیر خوب دست و دلوازی میکنن، ولی ما اونا رو حذف کردیم از غذا. خب این ایزای تفتش میدیم، این رو من بهش اضافه میکنم، کمی که تفت خورد دیگه زیرش رو خاموش میکنم چون نمیخوام کامل این سرخ بشه. خب این مایه گوشتی ما یه ذره تفت دادش رو رنگش تغییر کرد، اینا سبزیجات هم یه ذره نرم شدیم دیگه آماده است. اینو میذارم که زیرش هم خاموش میکنم و میگم که سس سفیدمون رو درست بکنیم. خیلی همونم درست کردنش آسون و ساده. این تمام شد، باید این کار نداریم. این سس سفید درست کردنش خیلی ساده است، اینو برای سوپ جو هم شما میتونین استفاده بکنین، خیلی خوشمزه میکنه. چون بعضی من دیدن که سوپ جو رو فقط شیر میریزن توش یا خامه، ولی شما این به صورت رقیق اگه درست کنین و بهش اضافه کنین خیلی خوشمزهش میکنه. اول این چیز کره هست، کره رو ما بهش اضافه میکنیم. کره تون هرچه معطر بیشتر معطر باشه خیلی هم این سس بهتر میشه. بهتر هم هستش که به هیچ وجه از کره حیوانی استفاده نشه، اصلا خوب نیست، یعنی خوشمزهش نمیکنه. به واسه اینکه کره آب شد یه ذره بهش نمک اضافه میکنم، همین اندازه، چون میخوام یه ذره این سوسی هم که درست میکنیم نمکی دو باشه، خوشمزه بکنه لازم نمارد. تو خمیرش ما توی آب نمک درست میکنیم و به همین دلیل بعد یه ذره نمک داشته باشه. برای مقدار من حدود دو قاشق غذاخوری آرد معمولی گندم اضافه میکنم. آرد رو شروع میکنیم توی این تفت دادن، دقت کنیم آرد برنج نمیریزیم، آرد ذرت نمیریزیم، فقط آرد گندم. این باز سوال براتون ممکن پیش بیاد، میگن که چی ریختی، چه آردی بود؟ این آرد بود. اگه دیدین اینجا کرهتون کمی یه ذره دیگه اضافه بکنید، روغن هم به هیچ وجه اضافه نکنید. از روغن مایه هست، روغن نارگیل هست، روغن های دیگه. این حدود یه 2-3 دقیقه ما تفتش میدیم، نه بیشتر. این وقتی که به این شکل در اومد میبینیم که داره پف میکنه و یه ذره حباب میزنه. شیرمون که شیر پرچرب معمولی هستش به صورت سرد یه دفعه داخل این خالی میکنم، حدود یک لیوان شیره، بعد شروع میکنیم تون تون این رو هم زدن که گلوله گلوله نشه این آردامون. خب میبینیم که این سس ما کمی غلیظ شده، این دیگه کافیه، ما بیشتر از این نمیخوایم اینو غلیظش بکنیم. اینم زیرش رو من خاموش میکنم و شروع میکنیم به درست کردن خود لازانیامون.
تا همینجا اینم کافیشه. خب همه چی آماده شد، حالا موقع اینه که لازانیا اونو شروع کنیم به چیدن و گذاشتن توی فر. من لازانیا رو هیچ من برقه هاشون نمیپزم و به صورت خشک اینا رو قرار میدم، به این دلیل که هم خاصیتش حد بین نمین هم که خیلی بهتر و خوشمزه تر میشه اینجوری و ساده تر هم هستش تا اینکه شما بگیرین و توی آب جوش بپزین با نمک و دابکش کنین و دونه دونه اینا رو بذارین، هم به هم دیگه میچسبن همه که خوب در نمیاد. خب روش کار خیلی ساده است، ورقه ها رو میچینیم توی ظرف پیرکس و احتیاج به چرب کردن هم نداره. از ماهی گوشتیمون یکم روی خمیرمون میریزیم. ماهیتون میتونه هر چی باشه طبق سلیقه خودتون، اگه گیاهی از مواد گیاهی، گوشتی باز از هر چیزی که خودتون دوست دارین ترکیب بکنین توش. مثلا این تو هم فلفل دلمه ریختم، همین که یکم از ماهی لوبیا پلو قبلا اضافه مونده بود، لوبیاهاش هم ریختم توش. تو من به ماهی لوبیا پلو ادویه نمیزنم و جدا وقتی تو برنج میریزم ادویه میزنم، به همین دلیل این یه ماهی ماکارونی میمونه که فقط توش لوبیا سبز داره. خب اینو میریزیم، بعد بهش آبیشن میتونیم اضافه کنیم یا اوریگانو، هر کدوم که دارید. اگر ندارین که اصلا نزنید، هیچ چیز مهمی نیست. خب اینجا یه دو حالت دوباره پیش میاد، بعضی اینجا روش پنیر میپاشن، بعضی پنیر رو همون قدری که میخوان توی لازانیا بریزن تو خود سس سفیدشون حل میکنن و دیگه اونتون نمیریزن، اون دیگه به سلیقه خودتونه. من از پنیر چدار استفاده کنم، میتونی از پنیر موزارلا استفاده بکنی یا هر پنیر دیگه که دوست داری، حتی از پنیر ورقه هم میتونین استفاده بکنین به هر اندازه که میخوان. مقدار کمی میریزن. بعد پنیر دیگه هم داریم به اسم پنیر پارمیجیانو یا همون پارمزان خودمونه، که این به عنوان طعم دهنده من روی این یه ذره میپاشم. البته یه دونه از همین بستارم تو خود سوسش حل کردم، ولی به صورت جدا هم میریزم، این خیلی خوشمزهش میکنه، یه طعم خاصی بهش میده. پنیر بیشتر به عنوان طعم دهنده استفاده میشه و خاصیت کشدار و این برنامه ها رو نداره. اگه میخواین کشدار بشه پنیر موزارلا استفاده کنین یا پنیر چدار. خب بعد اینکه اینو ریختیم، حالا نوبتشه که سسمون رو روی این اضافه بکنیم. یه مقدار کمی از همین سس رو میریزیم روی این موادمون. شما میتونید ملاقه استفاده بکنن، چون تنبلی میاد حسین ندم دو سر ظرف بشورم، با همین قاشق خودش هم به گوش میزنم هم به سس میزنم. یکی دیگه میگم اینجوری میریزیم روی این. خیلی راحت. خب بعد اینکه اینا ریختیم همینطور که پنیرش، بعد لایه دوم رو دوباره میچینیم. به نظر من خیلی خوشمزه تر در میاد تا اینکه بگیرین اینا رو بپزین تو آب و آبکش کنین رو دوباره بذارین. من فشار میده قشنگ بره پایین به این شکل. من خمیراشو بیشتر معمولا یک لایه خمیر میذارم، ولی من چون دوست دارم یه ذره چیز سر باشه، چون میگم نونش زیادتر باشه، من چون اعتیاد عجیبه به نشاسته دواشه سیب زمینی و برنج و نون و این چیزا، برای همینشو کلوف میگیرم چون بیشتر دوست دارم اینشو. دوباره لایه بعدی به همین شکل میکشیم میاریمش تا بالا. خب باسه اینکه فیلم طولایی نشه من همینجا قطعش میکنم دیگه. روش کار همینه، پس یه لایه از همین لازانیا برقاشو میذارین، گوشت رو یا هر مادهی که دارین درست کردین روش میریزین، سس و پنیر هم اضافه میکنید، دوباره لایه بعدی تا بیاد بالا که بهتون میگم که بعدش چی کار بکنید. خب اینو من لایه لایه چیدم و اومدیم تو بالا. لایه آخر رو دیگه ما ورقه نمیریزیم، هر چی که داریم از مایه گوشتمون و اینا مونده همه رو میریزیم رو خود این.
نکته هم میگم از شیر بدون لاکتوز استفاده کردم چون مشکل دارم با شیر معمولی. اگه شما هم اینجور مشکل داریم میتونین از همین شیر بدون لاکتوز استفاده بکنین و بدونش مشکلی لازانیات رو درست کنین، چون اینجوری خیلی خوشمزه تره. تمام هست مزهش من همین سوسشه مونده. پنیر هم میریزیم روش همه جاش. سوسمون هم میرزیم روش. حالا یه نکته مهم اینم حتما رعایت بکنیم، بهتره که حدود یک ساعت این لازانیاتون رو شما بذارینش تو یخچال، یعنی فویل رو سرش میکشیم و در ظرف پرکتاگه هستش میبندیم و این یک ساعت میذارینش تو یخچال تا تمام این سوسی که ما زدیم قشنگ بره تو خورد این خمیرها و این رو یه ذره نرمش بکنه. میتونیم مستقیما توش بریزیم، ولی اونجوری یه مزه خیلی خوب میگه. تمام این سس میره تو خورده این خمیرا و خیلی اینو خوشمزهش میکنه، نرمتر میشه. اونجوری یه ذره خمیراتو ممکنه نونش در واقع چیز بشه، خوشتر بشه و زنده بمونه، ولی اینجوری خیلی بهتره. در واقع بازم سلیقه‌ایه، اگه مثلا مقدار سسش رو خیلی بیشتر بریزین دیگه اون مشکل هم پیش نمیاد، دیگه لازم هم نیستش که زیاد توی یخچال خیس بخوره. خب سریع این رو با یک فول میپوشونم و میذارمش توی یخچال، بعدش یک ساعت میذارمش توی فر تا بپزه. ببینیم به این شکل لایه لایه چیده شده اومده تا بالا، خیلی راحت و آسون. ببینم رو من بهتون نشون بدم لایه همونه. خب به این شکل ما کله این رو پایی میکشیم، بعد میزنیمش توی فر تو مخواهیم اینا قشن بپزه. هم مرحله آخری که وقتی که قشن دیدیم که پخت خمیرامون، این فویل رو در میاریم و پنج دقیقه ده دقیقه روش رو میذاریم باز بمونه که خشن طلایی بشه و دیگه در میاریمش از توی فر و دیگه این آماده است. اینو میذاریم یک ساعت توی یخچال، بعد میام دوباره درش میارم و میذاریمش توی فر. خب لازانیه من تقریبا پخته شد، میذاریمش توی فر و دیگه شکنم. حالا قسمت روش رو خب روشن بکنم که یه ذره طلایی بشه. ببینه قشنگ این پخته شد و عالی، قشنگ نرمه نرمه. اینجا میتونین هم گریل روشن بکنین همین که خود فر رو، هیچ فرقی نمیکنه. گریل خیلی سریعتر درستش میکنه، اگه خود فر رو فنش روشن بکنین که یه کمی طول میکشه ولی بهتره و یه ذره مغز پختن هم میشه. خب این هم لازانیه ما به این شکل تر اومد. این فویلش هم درمیانی بگیم دور میرم روشه. من زیاد نذاشتم روش برشته بشه و اینکه خیلی خشک میشه. این دیگه آماده است. فقط خیلی دقت داشته باشین که ظرف پیرکس یا سرامیکی که توی فر میذارین خیلی داغ میشه، یعنی وحشتناک داغ میشه. بعد حتما سرد بشه یا با دستگیر اینو بگیرینش. شروع میکنم اینو قاچ کردن. قشنگ تمام برقه ها نرم شده و پخته.
نه من میزم یه ذره دیگه بیشتر سرد بشه که راحت بتونم اینو درش بدم چون خیلی داغه. خب من اینا رو شروع کردم در آوردم که قشنگی راحت در میاد بدون که بچسب و اتفاق براش بیفته. یه لازانیا خیلی راحت و خوشمزه و مقوی. امیدوارم درست کنین از خوردنش لذت ببرین. این تقریبا این دوتاش یه آدمی مثل من رو خندقش رو پر میکنه. من فکر کنم یه دونش واسه شما بس باشه چون خیلی پرملات و خیلی هم مقوی. اون سس سفیدی که میریزیم خیلی اینو مقویش میکنه. من اینجا بهتون نشون بدم و بریم سر خوردنش. قشنگ اینجوری پخته شد. دو ساعت میگیرن تو آب میپزنش و چیز میکنن نمیخواد. ببین خیلی راحت. اینکه لازانیای خودمونه. ببین قشنگ نرم نرم شد و پخت.